سلام و به قطر 365 خوش آمدید. برنامه‌ای که چشم‌اندازی منحصر به فرد به دوحه و مناطق اطراف آن ارائه می‌دهد. من میران دعاتی هستم. همه ما می‌دانیم انتخاب لباسمان تا حدود زیادی شخصیت ما را نشان می‌دهد. در این قسمت با افراد شاخصی در پشت پرده صنعت مد قطر ملاقات می‌کنیم. در این برنامه نگاهی به بازار همیشه در حال پیشرفت کفش‌های ورزشی دوحه می‌اندازیم. در مورد مد و لباس با یکی از نمادهای این صنعت گفتگو می‌کنیم و با طراحان شناخته شده‌ای که نبض صنعت مد را در دست دارند ملاقات می‌کنیم. بازار کفش‌های ورزشی صنعت چند میلیارد دلاری و همواره در حال پیشرفت است. در دوحه فروشگاه‌های موضوعی یا کانسپت استورهای جدیدی که به نمونه‌های نادر و با تولید محدود این کفش‌ها اختصاص دارند در حال ظهورند. عادل حلیم تازه‌ترین‌های بازار کفش‌های ورزشی دوحه را بررسی می‌کند. در دوحه معمولاً داشتن چهره‌ای شناخته شده به هنرمندان معاصر و بین‌المللی کمک می‌کند، اما ایس جی بی آر اینفلوئنسر شبکه‌های اجتماعی و مجموعه دار کفش‌های ورزشی ترجیح می‌دهد چهره‌اش در فضای مجازی شناخته نشود. میخواهم زندگی اجتماعیم را از زندگی حرفه‌ای و شخصیم جدا کنم. پوشیدن ماسک راهی برای فرار از حاشیه‌ها و انجام هر آنچه میخواهم است بدون آنکه مردم هویت من را بدانند. اما دوستان معروفش او را کاملا میشناسند، از جمله ویرجیل ابلو، هنرمند شناخته شده 41 ساله آمریکایی که سال قبل درست دو هفته پیش از مرگ نابهنگامش نمایشگاه فیگر آف سپیچ خود را در دوحه افتتاح کرد. این ایده که ویرجیل کفش‌ها را امضا کرده است به معنای حضور او در اینجاست. اما من از او خواستم برایم عبارت ویرجیل در دوحه بود را روی کفش بنویسد و او هم موافقت کرد. من چند جفت از این کفش‌ها دارم که برای خودم مهم است، اما این جفت از همه ارزشمندتر است. او بر این باور است که کفش‌های ورزشی آثار هنری هستند و در این باور تنها نیست. عبدالله الکعبی مجموعه‌دار قطری دیگری است که روندهای نوین را تعقیب و اشیای مد روز مخصوصاً کفش‌ها و لباس‌ها را جمع‌آوری می‌کند. این کفش محصول همکاری برند لوکس و برند دیور، نماد اشیای لوکس با نایکی است. این همکاری دو بازار مد را به هم پیوند داده و شماره روی این محصولات به معنای پرطرفدار بودن آنها با دانش بر محدود بودنشان است. صنعت کفش‌های ورزشی در سطح جهانی صنعتی چندین میلیارد دلاری، اما در قدم‌های آغازین خود در کشورهای حاشیه خلیج فارس است. با افزایش نیاز بازارهای محلی، عبدالله الکعبی اشتیاق خود را تبدیل به یک حرفه کرده است. او در سال 2019 کانسپت استور لافت را افتتاح کرد. خانم ها با چادر عربیشان نایکی می پوشند و ایزی پوشیدن آقایان با دشتششان عادی شده. اگرچه ما نسبت به فرهنگ خود سخت گیریم، اما رشد آنها و ترکیب این اشیای مد روز با لباس سنتی بسیار خوب است. در سوی دیگر شهر، فروشگاه لندنی پرزنتد بای شعبه‌ای در مشیرب مرکز طراحی دوحه افتتاح کرده است. با توجه به اینکه بازار هدف ما همیشه مشتریان مرفه بوده، دوحه برای حضور پرزنتد بای گزینه مناسبی است. درست مثل نمونه هایی از محصولات همکاری برندهای مختلف که در اینجا به نمایش گذاشته شدند، در طراحی فروشگاه پرزنتد بای نمایی از تپ‌های شنی سنتی کشور در ترکیب با فناوری‌های نوین قطر به عنوان یک مرکز آینده نگر را مشاهده می‌کنید. اگرچه راه اندازی یک فروشگاه فیزیکی واقعی امروز غیر معمول به نظر می رسد، ریدوان اتوبی می خواهد برای مشتریانی که به فروشگاه می آیند عناصر نمایشی طراحی کند. ممکن است مشتریان متوجه نباشند که مشغول نگاه کردن به یک کفش 20000 دلاری یا 20000 پوندی هستند، اما وقتی به اطراف خود نگاه میکنند محیط این فروشگاه برایشون جالبه. اگر ما بتونیم به جای محصول بر تجربه حضور مشتریان تمرکز کنیم، وجه تمایز با فروشگاه‌های آنلاین خواهیم داشت. جوانان قطری امروزه به ایجاد تعادل بین عشقشان به کفش‌های ورزشی پرزر و برق و احترام به سنت‌ها ادامه می‌دهند. امالامین کارآفرین قطری از انتخاب تیشرتی از یک طراح کولومبیایی گرفته تا پرورش یک استعداد جدید طراحی برای بکارگیری در بوتیک‌هایش یک امپراتوری مد واقعی ساخته. جدیدترین حضور او در مرکز تجاری پلاس فندوم دوحه، فروشگاه امیچی دیمودا، تجلی منش او در ترکیب مد و هنر است.
هدف من قرار دادن همه چیز زیر یک سقف است. این فروشگاه چند منظوره کوچک هرچه یک عروس نیاز دارد از لباس زیر تا لباس عصر و شب و لوازم اوت کوتور و مدل و عینک آفتابی را در خود جای داده. برای من طراحی مترادف کارایی است. پس تلاش کردم همه اجزای امیچی را مطابق بر هدفش طراحی کنم. و طراحانی که اینجا حضور دارند را چطور یافتید؟ بر اساس تجربه 10 سال اخیر من در دنیای مد و شرکت در هفته مد پاریس و دیگر شهرها، شروع به شبکه سازی در دنیای مد کردیم و با استفاده از همین شبکه سازی ها با طراحان و برندهای مناسب بازار خود ارتباط برقرار کردیم. و در رابطه با مد چه چیزی را دوست دارید و چرا فکر می‌کنید نقش مهمی در فرهنگ ما ایفا می‌کند؟ خب، اینکه کسی چگونه لباس می‌پوشد خیلی مهم است، چون اطلاعات زیادی از شخصیت او ارائه می‌دهد. و من فکر می‌کنم چه زمانی که می‌خواهید به یک جلسه مهم بروید و چه به یک رویداد عمومی، باید خوب و مناسب لباس بپوشید. و البته مسئله خیلی فراتر از لباس است. این مسئله طراحی و در نتیجه هنر است. این همان چیزی است که من در شعارمان می‌خواهم نشان دهم، جایی که هنر با مد ملاقات می‌کند. سعی کردم مکانی هنری بسازم که طراحان را به خود جذب کند، چون طراحی هنر هم هست و از دستاوردهای آن می‌خواستم یک گالری به وجود آورم تا مردم چه خرید بکنند چه نه بیایند و از این تجربه لذت ببرند. از زمانی که شما شروع به کار کردید تا کنون فضای مد در قطر چه تغییراتی کرده؟ طراحان جوان بسیاری به وجود آمدند، مخصوصا در دوران کرونا. گویا بسیاری به صورت خودآموز این حرفه را فرا گرفتند. خیلی از دختران و زنان جامعه ما به سوی طراحی روی آوردند و من به حضور آنها چه در نمایشگاه‌های محلی و چه بین‌المللی بسیار افتخار می‌کنم. مدتی است که طراحان معتبر قطری جایگاه خود را در صنعت مد به دست آوردند. لیلا الانصاری خط تولید انحصاری لباس زنانه خود را در سال 2015 راه اندازی کرد و 4 سال پیش هم هیسا حداد خط تولید کفش‌های لوکس خود را راه انداخت. شهرزاد غفور می‌گوید هر دوی آنها می‌خواهند کارشان منعکس کننده میراثشان باشد. وقتی که لیلا الانصاری که مهندس شیمی است تصمیم به دنبال کردن علایقش گرفت، هرگز تصور نمی‌کرد که سرگرمی اوقات فراغتش تبدیل به کسب و کار موفق لباس شب و عروس با 13 کارمند شود. وقتی دختر جوانی بودم همیشه به لباس فکر می‌کردم و لباس مجلسی می‌پوشیدم. مد عشق من است. من از داشتن تیم خودم بسیار خوشحال و مغرورم. ما جلسه می‌گذاریم و طوفان فکری می‌کنیم و هر کدام از ما ایده خوبی دارد که به طراحی‌هایمان اضافه می‌کنیم. تیم من از ملیت‌های مختلفی تشکیل شده. هر کدام از ما فرهنگ و پیشینه خاص خود را دارد که با بکارگیری آنها خلاقیت، شیوه تفکر و سبک خود را به لباس‌ها اضافه میکنه. برای پروژه به خصوص رویاهای دوحه، او با الهام از نمایشگاه دیور اما با استفاده از تکنیک‌های سنتی و با بکارگیری شاخه‌های نخل لباسی مجلسی تولید کرد. اینجا همه چیز برای من الهام بخش است، مثل فرهنگ‌ها، دوستانم، خانواده‌ام، دریا و صحرا و همه چیز. از محیط اطرافم و به خصوص از فرهنگ می توانم همه چیز را الهام بگیرم. طرح‌های انحصاری لیلا اکنون در گالری لافایت، منحصر به فردترین فروشگاه چند منظوره دوحه، به نمایش گذاشته می شود. همچنین یک طرح محلی که برند خود را در سال 2017 تأسیس کرده است، برای اولین بار طرح‌های خود را در آنجا به نمایش گذاشته است. هیسا حداد با الهام از معماری، هنر و فرهنگ عربی مجموعه انحصاری خود را تولید کرده. هر خط از عنصر خاصی تأثیر پذیرفته و هر جفت کفش، گلدوزی، مروارید یا جواهرات منحصر به فرد خودش را دارد. این کفش‌ها در دوحه طراحی اما در ایتالیا تولید شده‌اند و این مجموعه اولین بار در هفته مد پاریس به نمایش گذاشته شده است.
من عاشق کفش هستم، عاشق کفش پوشیدن و جمع‌آوری کردن هستم. می توانم بگویم مجموعه دار کفش هستم، اما هر بار به کفشی نگاه می کنم با خود فکر می کنم این کفش راحت نیست، نیاز به کمی تغییر دارد تا دوست داشتنی تر بشود، شاید نیاز به تک جواهری دارد تا دلفریب به نظر برسد. دغدغه اصلی من در ابتدا راحتی و بعد شکل کفش بود. آنها باید چیزی نه درباره من که درباره کشورم به نمایش بگذارند. حسا میگوید پیشینه‌اش در مهندسی برق مخابرات به افزایش اشتیاقش کمک کرده است. این کار طراحی فنی هم هست. زمانی که در لیدز کارشناسی ارشد خود را می‌گذراندم، دوره‌هایی را در دانشگاه هنر لندن گذراندم و مدام بین لیدز و لندن در حال رفت و آمد بودم. مهندسی کار بسیار دقیقی است. با کار بر روی طراحی‌ها و زوایای پاشنه‌ها توانستم تعادل و راحتی کفش‌ها را افزایش دهم. باید بگویم در طراحی این کفش‌ها تحت تأثیر قدرت و اعمال زنانی هستم که آنها را می‌پوشند. طراحی این کفش ها امری کاملا زنانه است، زیرا امروزه زنان همزمان که کار می کنند مادر و همسر هم هستند، پس باید از چیزی که می پوشند خوشحال باشند. حسا دفتری در اسکیل 7، پروژه محلی که از نوآوران حمایت می کند دارد، اما به عنوان نخستین طراح کفش قطری توصیه‌اش برای نسل بعدی طراحان کفش این است: نقشه و استراتژی داشته باشید و تسلیم نشوید. از مدل لباس گرفته تا کفش‌های سفارشی، دوحه جایگاه خود را به عنوان یکی از مراکز مد دنیا به دست آورده. این قسمت همینجا به پایان می‌رسد، اما اگر پرسشی داشتید حتما با ما از طریق هشتگ قطر 365 در میان بگذارید. ممنونم که برنامه ما را تماشا کردید و برای اطلاعات بیشتر به وبسایت یورو نیوز مراجعه کنید و البته حتما برنامه بعدی ما را ببینید. 365